خیلی دغدغه دارن مردم در خصوص برگشت پذیری ارتودنسی. واقعا برگشت پذیره یا نه؟ شما به عنوان متخصص و استاد دانشگاه میگید که کسی که ارتودنسی میکنه احتمال برگشتش پایینه، کدوم صحت؟ ببینید دندان ها در یک شرایطی قرار گرفتن به اسم شرایط خونسا. اگر ما دندان ها رو خیلی به سمت گونه بیاریم، عضلات گونه میزنه و دندان ها رو به سمت داخل میبره. اگر دندان ها رو خیلی به سمت زبان ببریم، زبان جا نداره و میزنه دندان ها رو پس میزنه. پس باید دندان ها رو در این محوطه به اسم محوطه خونسا، بهش میگن نوترال زون، بچینیم. پس بنابراین این هنر متخصص ارتودنسیست که بتونه دندون ها رو در اون نوترال زون، در اون محوطه خونسا بچینه. اگر دندون ها خیلی به سمت گونه بیاد، گونه پس میزنه و ارتودنسی برمیگرده. اگر دندون ها رو خیلی به سمت زبان ببریم، زبان جا نداره، میزنه و دندون ها رو باز میکنه و همه چیز رو به هم میریزه. اگر ما بتونیم دندون ها رو در اون محوطه بچینیم، در واقع درمان ارتودنسی برمیگرده. اگر بشه برگردی که میشه کار کرد که تمام مریض ها رو باید مریض های فیلر و برگشت پذیر و نابهنجار و مشکل داره قبل رو دید. من معتقدم که درمان ارتودنسی برگشت پذیر نخواهد بود اگر دندون ها رو در اون محوطه به اسم نوترال زون ما بشه. اگر علمی و همین رو هم به دانشجوانمون در دانشکده توضیح میدهیم. مثلا یک فصلی ما داریم در کتاب به اسم برگشت یا ریلپس. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر عبدالرضا جمیلیان از حضورتون. ان شاءالله همیشه سالم باشید. خدا نگهدار.